امروز میخوام از اولین وزیر زن ایران برای شما صحبت کنم. پزشک، آموزگار، استاد دانشگاه، فعال حقوق زنان و سیاستمدار ایرانی بود. وی در کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا از سال 1347 تا 1354 به عنوان وزیر آموزش و پرورش ایران فعالیت کرد. او نخستین مدیر کل زن در ایران در سال 1339 از نخستین زنهای راه یافته به مجلس شورای ملی و نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. او در سال 1342 نماینده تهران در دوره 21 مجلس شورای ملی بود. وی پس از انقلاب 57 اعدام شد. ما این رو باید بدونیم که اولین ها همواره ساختار شکن بودند. اولین ها همواره شجاع‌تر بودند. اولین ها همواره پیشرو بودند. قدر چنین بانوانی رو در تاریخ سرزمینمون بدونید و نامشون رو جاوید نگه داریم. با شاه بانو همراه باشید. سپاسگزارم. بهشتی و باهنر مشاوران وزارتخانه او بودند. بنی‌صدر یک روز قبل از اعدام خانم پارسا از حکم او مطلع میشه. او تمام تلاش خودش رو به کار میگیره تا از اعدام دکتر پارسا جلوگیری کنه. اما مجریان اعدام ها پاسخ او رو نمیدن. حتی نامه بنی‌صدر به آیت الله قدوسی دادستان وقت نیست از اجرای حکم جلوگیری نمیکنه. فرخ رو پارسا اولین مدیر کل زن در ایران، از اولین نمایندگان زن مجلس در ایران و اولین وزیر زن ایرانی در روز 18 اردیبهشت 1359 در زندان اوین اعدام شد. فرخ رو پارسا در روز 13 اسفند 1301 در قم متولد میشه. او فرزند فخرآفاق پارسا و فرخ‌دین پارسا بود. مادرش روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ایران و مدیر مسئول نشریه جهان زنان بود. او اولین زن روزنامه نگار ایرانیه که تبعید میشه. مجله جهان زنان ابتدا در سال 1299 با هدف تفهیم لزوم تعلیم و تعلم زنان و آشنا کردن آنان به حقوقشان توسط فخرآفاق پارسا و همسرش فرخ‌دین پارسا در خانم فرخرو پارسا دبیرستان‌های دخترانه نقش فعالی داشت. در مشهد منتشر میشه. این نشریه پس از 5 شماره در مهر 1300 توقیف میشه. افرادی به مخالفت با محتوای اون پرداخته بودند و عده‌ای نیز به طرفداری از آنان به مأوای مدیران مجله حمله کردند. در پی این حوادث فخرآفاق پارسا و همسرش به عراق تبعید شدند که البته با هماهنگی با مقامات دوران تبعیدشون تونستن در قم بگذرونن و از این رو بود که فرخ رو پارسا در اون شهر به دنیا اومد. پس از تولد فرخ رو پارسا، میرزا حسن خان مصطفی الممالک که نخست وزیر وقت بود میانجیگری کرد و با رفع تبعید از فخرآفاق پارسا اونها توانستن به تهران برگردن. فرخ رو پارسا تحصیلات ابتداییشو در تهران سپری میکنه و برای ادامه تحصیل در دوره متوسطه به دانشسرای مقدماتی میره. او توانست دوره متوسطه را با کسب رتبه اول به پایان برسونه و به دانشسرای عالی راه پیدا کنه. او در سال 1321 دانشسرای عالی را با اخذ مدرک لیسانس در رشته علوم طبیعی به پایان میرسونه. به تدریس در دبیرستان‌های تهران میپردازه. او تحصیلات دانشگاهیش رو در رشته پزشکی ادامه میده و میتونه در سال 1329 با عقص درجه دکتر از دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشه. با وجود اینکه دانش آموخته پزشکی بود، طبابت رو ادامه نمیده و به کار فرهنگی میپردازه. به این ترتیب بود که در وزارت فرهنگ مشغول به کار میشه. وی در سال 1333 به همراه چند نفر از همکارانش انجمن بانوان فرهنگی را برای دبیرستان‌های دخترانه تأسیس می‌کنند و در سال 1335 به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای همکاری
جمعیت های بانوان ایرانی انتخاب میشه. فرخرو پارسا نخستین مدیر کل زن در ایران بوده. او در سال 1339 با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران شهید بهشتی کنونی به عنوان مدیر کل دبیرخانه دانشگاه ملی ایران منصوب میشه. انتصاب او که یک زن بود اعتراضاتی را در محافل اداری، فرهنگی و سیاسی به راه میفته، ولی مقامات دانشگاه تونستن از برکناریش جلوگیری کنند. خانم پارسا در سال 1342 و در 21مین دوره مجلس شورای ملی به عنوان نماینده تهران به پارلمان راه پیدا میکنه. فرخرو پارسا اولین زن در تاریخ ایران بوده که تونسته به مقام وزارت برسه. او در کابینه دوم و سوم امیر عباس هویدا وزیر آموزش پرورش بوده. ایشون میگن که هویدا در تماس تلفنی پیشنهاد وزارت را این گونه مطرح میکنه: خانم، میخواهم مسئولیت بزرگی را به یک مادر بدهم. میخواهم آموزش و پرورش فرزندان این مملکت را به دست یک مادر بسپارم. میخواهم وزیر آموزش و پرورش ما بچه های مردم را چون فرزندان خود بداند. از جمله اقدامات فرخرو پارسا در ساختار آموزش کشور، تشکیل شوراهای منطقه‌ای، انحلال اداره بازرسی، خبرچینان ساواکی، سرکشی اجباری مدیران از مناطق و آموزش عشایر بودند. او چندین تشکل را در دوران وزارتش ایجاد کرد. از جمله اقدامات فرخرو پارسا در ساختار آموزش کشور، تشکیل شوراهای منطقه‌ای، انحلال اداره بازرسی، خبرچینان ساواکی، سرکشی اجباری مدیران از مناطق و آموزش عشایر بودند. او چندین تشکل را در دوران وزارتش ایجاد کرد، از جمله سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی ایران. او در دوره‌ای به ارزیابی گواهی‌های طلاب حوزه‌ها در آموزش و پرورش پایان داد. وی چادر را در مدارس منسوخ کرد و البته با تعیین لباس فرم تهیه نمودند. حذف زبان عربی از کتاب‌های مدارس برای منتقدان پارسا بسیار سنگین بود و آن را تصمیمات عنادآمیز علیه روحانیت و مخالفت با اصل اسلام تفسیر کردند. همچنین حذف چادر از مدارس نیز با انتقاد سخت روحانیون همراه بود که در توضیح آن گفته: در مورد حجاب زنان گفتم که حجاب نباید مانع فعالیت‌های اجتماعی زنان گردد. در آن زمان دختران مدارس مذهبی در فعالیت‌های ورزشی اصلاً شرکت نمی‌کردند. من در تمام بخشنامه‌های خود زنان را به پوشیدن لباس‌های سنگین و با حجاب دعوت می‌کردم. فرخرو پارسا تا سال 1353 وزیر آموزش و پرورش ایران بود. پس از انقلاب و در روز 28 بهمن 1358 دکتر پارسا و همسرش سپهبد احمد شیرون سخن دستگیر شدند. آیت الله خمینی به مناسبت نوروز 59 فرمان عفو عمومی صادر می کند و ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت را مأمور جلوگیری از اعدام افراد بیگناه می کند. با این وجود بنی صدر یک روز قبل از اعدام خانم پارسا از حکم او مطلع می شود. بنی صدر تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا از اعدام دکتر پارسا جلوگیری کند، اما مجریان اعدام ها پاسخ او را نمی دهند. حتی نامه بنی صدر به آیت الله قدوسی دادستان وقت نیز از اجرای حکم جلوگیری نمی کند. در کیفرخواست فرخرو پارسا آمده حیف و میل اموال بیت المال و ایجاد فساد در وزارت آموزش و کمک به گسترش پحشا در آموزش و پرورش و همکاری مؤثر با ساواک منحله در جهت سرکوبی و اخراج آزادی خواهان و فرهنگیان مبارز از وزارت فرهنگ جهت تحکیم رژیم منفور پهلوی و سخنرانی های مؤثر و مکرر نیز جهت تحکیم رژیم مزبور و شرکت در تصویب قوانین ضد مردمی و استفاده از مقام و موقعیت خود جهت نقض قوانین و وابسته نمودن آموزش و پرورش به فرهنگ استعماری امپریالیسم
و روابط نزدیک با نصیری معدوم و روابط نامشروع با رئیس دفتر خود و غیره و نظر به اینکه فرقه های بهایی و از پیره ازلی بوده و بدون جهت خود را مسلمان معرفی کرده و در حیله سخن را موجب اعتراض معترضین است و نظر به سایر دلایل موجود در پرونده محرز است. متهم مرتکب گناهانی شده. تقاضای رسیدگی و شرط مجازات متهم و مصادره اموال وی را می نماید. سرانجام پس از 9 جلسه دادگاه در بامداد 18 اردیبهشت 59 مصادف با روز زن تقویم جدید در زندان اوین اعدام می شه. او در وصیت نامه خودش نوشته: وصیتی ندارم زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده. به کسی بدهی ندارم و اگر از کسی طلب دارم خود داند که آنها به فرزندان من بدهد. می دانم و وجدانم راضیست که گناهانی که در کیفر خواست به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جانماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من نیز در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می گذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنید. عزیزانم، اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.